زنانی که شکست را شکست دادند. قسمت پنجم. خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، سلام بر شما. این بحث به زنان دلیر و تأثیرگذار میهنمون اشاره دارد، کسانی که تسلیم جبر جو نشده و با باور بخیش شکست را شکست دادند. در تاریخ معاصر ایران این گونه زنان کم نبودند. تلاش آنان در افزایش آگاهی عمومی، ترویج روشنگری و مقابله با واپسگرایی تردید بر نمی دارد. همچنین در سیاست ورزی، طرح‌های علمی، غبارزدایی از اسناد تاریخی و پوست شکنی در حوزه هنر، نقاشی، موسیقی، تئاتر، سینما و از این قبیل. من به شماری از زنان تأثیرگذار و پیشتاز ایران معاصر که می شناسم بدون ترتیب خاصی اشاره می کنم. اینکه نگاه و دیدگاه برخی از آنان حرف و حدیث و اما و اگر دارد که دارد، یا با اون چه من نوعی فکر می کنم مطابق نیست، دلیل نمی شود که از آنان به نیکی یاد نشود. در قسمت های گذشته بعد از اشاره به جمعیت نسوان وطنخواه، در مورد افراد زیر توضیح کوتاهی دادم. قرة العین زینب پاشا، ده باشی زینب، مریم عمید، محترم اسکندری، شوشا عصار، ملک تاج فیروز نجم السلطنه، توبا آزموده، بیبی مریم بختیاری، صدیقه دولت آبادی، مادام زری لازاریان، فاطمه سیاه، لورتا هایراپتیان تبریزی، رازیه شعبانی، شمس کسمایی، قدم خیر قلاوند شیرزن لرستانی، روشنک نودوست، سوسن تسلیمی، پوری سلطانی، شمس الملوک مصاحب، فرح دیبا و معصومه شادمانی. در این بخش به چند نفر دیگر اشاره می کنم. قمر الملوک وزیری، ماه آسمان آواز ایران. قمر خانم سید حسین خان، پر آوازه ترین خواننده زن آوازهای سنتی ایران، که به احترام علی نقی وزیری، مؤسس مدرسه عالی موسیقی، نام خانوادگی او را برای خود برگزید، نخستین زن خواننده ایرانی بود که صدایش ضبط شد و اولین زنی بود که در ایران بدون حجاب روی صحنه رفت. قمرالملوک وزیری در جوانی پس از آشنایی با مرتضی خان نیداوود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش را برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار ساخت. به روایت علی تجویدی، نخستین کنسرت قمر در سال 1303 در گراند هتل در خیابان لاله‌زار اجرا شد که برای نخستین بار
تصنیف مرغ سحر از سرورهای ملک و شعرای بهار را در دستگاه ماهور به همراه غزلی از ایرج میرزا خواند. فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است، کجاست دست حقیقت که فتح باب کند. قمر اواید اون کنسرت پر سر و صدا را به امور خیریه اختصاص داد، کنسرتی که به قول خودش بیم جانم میرفت از آزار مرتجعین. او در مشهد هم کنسرت داد و درآمدش را صرف آرامگاه فردوسی کرد. سال 1306 که به افتخار شکرالله قهرمانی نوازنده قدیمی کنسرتی ترتیب داد نیز همین گونه عمل کرد. وی 4 سال بعد در همدان کنسرت داد و اونجا ترانه‌هایی از عارف که مورد غضب دستگاه رضا شاه بود خواند. قمر بعدها در فیلم سینمایی مادر به کارگردانی اسماعیل کوشان حضور یافت و دقایقی با همراهی ویولون ناصر زرآبادی به خواندن غزلی از سعدی پرداخت و درآمد حاصل از اون را نیز به بیمارستان مسلولان شاه‌آباد اهدا کرد. بعد از سال 1319 که رادیو ایران شروع به کار کرد، صدای قمر به جای جای ایران رفت. اهل هنر گفتند صدایش دارای تنین و ملاحت، قدرت و دامنه وسیع بود و تکنیک خاصی در فرودها داشت. تنوع تحریرها، مهارت و احاطه وی در اجرای گوشه ها، ردیف ها و دستگاه های موسیقی ایران پر از شور و شیدایی بود. آوازها و تصنیفهای قمر از جنبه ارزشهای ادبی هم در خور توجه است. شاعران تصنیفها و آوازهای او از جمله شیدا، میرزادی عشقی، عارف، ایرج میرزا، پژمان بختیاری، وحید دستگردی، مؤید ثابتی، ملک و شعرا بهار و امیر جاهد بودند. نخستین معلم او مادر بزرگش خیرالنسا، افتخار و زاکرین، روزخان حرمسراهای قجر بود و قمر با او همخوانی میکرد و با شنیدن مرثیه ها و نوحه خوانی های مادر بزرگش آهنگ نغمه هایی را که اقتباس از برخی گوشه های مختلف دستگاه های موسیقی ایرانی مثل گوشه حجاز در ابو عطا یا گوشه غم‌انگیز در آواز دشتی بود، بیون که نامشون رو بداند فرا گرفت و زمزمه کرد. بعد از مادر بزرگ وی متأثر از سید حسین طاهرزاده خواننده موسیقی ایرانی بود که در اجرای قطعات آوازی، تصنیف‌ها و قطعات ضربی تبحر داشت. اما اولین کسی که قمر را کشف می‌کند مرتضی خان نیداوود بود و اولین آهنگ را هم او برایش ساخت. در واقع قمر با وجود نیداوود قمر می شود. از دیگر کسانی که قمرالملوک وزیری با او آشنا شده بود باید از درویش خان نام برد. ابوالحسن سبا، حبیب سمایی و حسین یاحقی هم از هم نوازان صدای او بودند. از دکتر محمود خوشنام شنیدم شعر و آهنگ 5 تصنیف قمر از عارف قزوینی است که معروف ترین اون تا رخت مقید نقاب است در نکوهش حجاب و مارش جمهوری است. قمر صفحه جمهوری را در زمان رضا شاه خوانده که خودش یک عملیات بزرگ بود. متن 2 تصنیف اونیز از ایرج میرزاست، مرگ مادر و عاشقی با محنت بسیار.
آهنگ شش تصنیف قمر نیز از استادش مرتضی خان نیداوود است. و اما رکورد تصنیف سازی برای قمر را محمد علی امیر جاهد شکسته است. قمر زنی شریف و خواننده بی همتا بود، اما در مورد وی اغراق هم شده است، به ویژه از سوی کسانی که به نوعی به وی تعلق خاطر داشتند یا در جاذبه اش بودند. ایرج میرزا در یکی از این شعرها در ستایش قمر: ملکی بود قمر پیش خداوند عزیز، یا ملکی بود قمر پیش خداوند عزیز، میگوید که قمر اصلا این جهانی نیست، قمر اصلا این جهانی نیست و به اشتباه به این جهان خاک پیوند خورده است. خداوند در اصل قمر را برای دل خود آفرید، اما چون جهان را خلق کرد و پی برد که چیزی کم دارد، به خاطر نقطه کمال هستی دل از قمر کند و او را به زمین فرستاد. قمرالملوک وزیری تا سال 1332 در اوج قرار داشت و در همین سال آواز بسیار زیبایی همراه با نوازندگی برادران معارفی در رادیو ضبط کرد که میگویند این آخرین کار او بود. چرا؟ چون بعد از اون سکته کرد و به علت سکته حنجره جادویش از کار افتاد. از اون پس قمر خانه نشین و بستری گردید و در تنگناهای مالی گرفتار آمد. شمار زیادی از دوستانش او را ترک کردند و قمر برای تامین معاش از سر ناچاری در کافه شکوفه نو می‌خواند. جعفر شهری به این موضوع اشاره‌ای غم‌انگیز دارد. من بخشی از یادداشت او رو که یادم هست میگویم. شنیدم که قمر در شکوفه نو برنامه دارد. رفتم به دیدارش. دانستم که این کافه قمر رو هر شب با 30 تومن مزد اجیر کرده است. خدایا خدایا، قمر کجا و اینجا کجا؟ کافه شکوفه نو؟ یکی گفت از استیصال است آقا، از استیصال. از شکوفه نو بیرون آمدم حیران و غمگین. تحمل اون صحنه رو نداشتم. چند روز بعد شنیدم به دلیل پیری و گرفتگی صدایش شکوفه نو هم او را جواب کرده و قمر دوباره خانه نشین شده است. روزی رفتم به دیدارش و اون چه دیدم تلخ بود، تلخ و گریاور. قمر در بستر بیماری و بی کسی تنها بود و در فقر شدید. او ماه آسمان آواز ایران تنها بود، بی کس. و سرانجام 14 مرداد سال 1338 چشم از جهان فرو بست و با این دنیای بیرحم ودا کرد. بعد چی شد؟ هنگامی که جسد او رو شستند و به یک از مساجد شهر منتقل کردند تا موقتا اونجا باشد تا رادیو برای تشییع از مردم هنردوست دعوت به عمل آورد، متولیان مساجد حاضر نشدند که اون را حتی برای یک شب به عنوان مهمان بپذیرند. با اینکه زنده یاد تغییر روحانی متن زیبای قمر رفت را در رادیو قرائت کرد و برای شرکت در مراسم از همگان دعوت شده بود، از خیلی هنرمندان خبری نبود. تنها تعداد اندکی از مردم عادی و چند چهره آشنا، مرتضی خان نیداوود، حسین تهرانی، جواد بدیع‌زاده و سید جواد ذبیحی، اینها حضور داشتند و بدین گونه قمر به میهمانی خاک رفت.
اینجا از زنان خواننده پیش از قمر، یعنی پیشگامان خوانندگی زنان در ایران هم یاد کنم. زنان خواننده پیش از قمر، سلطان خانم، سکینه خانم از شاگردان آقا علی اکبر، زینت خانم شاگرد محمد صادق خان، زیور سلطان خواهر سما حضور و زری خوش آواز. قمر رفت ولی کار او ماند. کار میماند و آدم زمیان خواهد رفت. کار میماند و آدم زمیان خواهد رفت. بیستون هست ولی خسرو و فرهادی نیست. بدری اتابای و کتابخانه سلطنتی. بدری اتابای خواجه نوری فهرست نویس، مؤلف و مصحح ایرانی است. ایشان پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشگاه تهران ادبیات خواند. سال 1340 در آمریکا فوق لیسانس کتابداری و فهرست نویسی نسخ خطی را دریافت کرد و پس از بازگشت به ایران مسئولیت کتابخانه سلطنتی را به عهده گرفت و کوشید آثار خطی ارزشمند را به دانش پژوهان بشناساند. من از ایشان به نیکی یاد می کنم. این که همسر معاون دربار شاه بوده و خودش هم به خاندان سلطنتی تعلق خاطر داشته از کار با ارزش وی در کتابخانه سلطنتی نمی‌کاهد. من اگر فرصت داشتم در مورد شاه بیگم دختر فتلی شاه، همچنین تومن آقا فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه هم می‌گفتم و می‌نوشتم. چرا؟ چون اون دو نیز اهل کمال بودند و به زیبایی می‌نوشتند. به نظر من خانم بدری اتابای به تاریخ ایران و پژوهشگران ایرانی خدمت زیادی کردند. در کتابخانه سلطنتی حدود 3300 نسخه خطی وجود دارد که نظیر اون در هیچ کجای دنیا نیست و ایشان بیش از 60 سال پیش فهرست اونها را در 8 جلد منتشر نمود که کار بزرگی بود. بدری خانم سال 1359 از ایران رفت و مقیم مصر شد و در چندین دانشگاه در اون کشور به تدریس زبان فارسی و تاریخ ایران پرداخت. او بعداً به آمریکا رفت و اونجا هم آثار خوبی منتشر نمود، از جمله گنجینه‌ای از هنرهای ظریف ایرانی، نگاهی به گوشه‌هایی از تاریخ ایران، تصحیح 22 غزل از حافظ، آلبوم های کتابخانه سلطنتی، دیوان ها و قرآن های خطی و مرقعات کتابخانه، یعنی قطعات مختلف هنری، آثار خوشنویسی، نقاشی و از این قبیل. بدری اتابای در گفتگو با حبیب لاجوردی در تاریخ شفاهی به آخرین روزهای شاه در ایران اشاره نموده و خاطره اون سفر بی بازگشت را روایت می کند که نکات قابل تأملی دارد، از جمله این که قرار بود شاه دو ماه بعد برگردد و همسرم ابوالفتح اتابای معاون وزارت دربار
و همسرم وقتی شاهزاده ها را دستش سپردند تا چند روزی زودتر از محمد رضا شاه پهلوی از مملکت آنها را خارج کند، رو کرد به من و گفت ما 25 فروردین سال 58 برمیگردیم. 25 فروردین، دو ماه دیگر. اولیا حضرت شهبانو و خود اعلی حضرت هم وقتی میرفتن فکر میکردن تا دو ماه دیگر برمیگردن. بدری آتابای با افسوس میگوید بسیاری از کتب خطی بریتیش میوزیوم از آثار دزدیده شده کتابخانه سلطنتی ایران زمان مظفری است، مانند صفحاتی از مرقع گلشن که نادرشاه از هندوستان آورده بود. در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان آثار با ارزشی حفظ شد، از جمله شاهنامه بایسنگوری، شاهنامه رشیدا به کتابت عبدالرشید دیلمی، مجموعه شش جلدی هزار و یک شب، ظفرنامه تیموری، مثنوی روضت الانوار خواجوی کرمانی، پنج گنج نظامی به خط نستعلیق، سلسلت الذهب، گلستان سعدی به خط شاه قاسم و به قلم نستعلیق، کلیل الدمنه با نگاره های بسیار، همچنین مجموعه نقاشی های همزنامه، حبیب السیر، تألیف قیاس الدین ابن حمام و از این قبیل. خانم بدری آتابای سابقه کتابخانه سلطنتی را در جلد دوم فهرست های دواوینی که منتشر نموده شرح داده است. مسئولیت کتابخانه سلطنتی را خیلی جلوتر لسان و دوله، بعد پدر پروین اعتصامی یوسف اعتصام الملک، بعد شیخ المشایخ معزی، بعد میرزا موسی مرآت الممالک و در ادوار بعدی حبیب الله نوبخت، بدیع الزمان فروزانفر و آخر سر بدری آتابایی به عهده داشتند. در مورد نادرشاه افشار سندی در کتابخانه سلطنتی نگهداری می شود که قابل تأمل است. نادرشاهی که ما تصور می کنیم فقط یک آدم نظامی است، او دستور داده بود تورات و زبور و انجیل و قرآن به فارسی درآید تا امکان مقایسه آنها فراهم بشود. برای این کار متخصصان را نادرشاه جمع می کند و از آنان می خواهد با دقت این کار انجام شود. خانم بدری آتابای خواجه نوری سند مزبور را هم منتشر کردند. نگاهی به گوشه های از تاریخ ایران یکی از آثار خوب ایشان است که فراز و نشیب تاریخ میهنمون را از آمدن آریایی ها تا اواخر دوران قاجار به کوتاهی و زیبایی به تصویر کشیده است. توران میرهادی، پیشکسوت ادبیات کودکان در ایران. توران میرهادی 1306 خورشیدی پا به دنیا نهاد و 1395 درگذشت.
او نویسنده و شخصیت برجسته فرهنگی بود که بیش از 60 سال در گستره آموزش و پرورش و ادبیات کودکان کوشید. وی مدرسه فرهاد را یک ربع قرن از سال 34 تا 59 اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی می‌شدند. توران میرهادی به همراه لیلی ایمن آهی یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود و سال 1358 سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز بر عهده گرفت. خانم میرهادی را مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران خواندند. پدرش ریشه و تبار تفرشی داشت و مادرش گرتا دیتریش آلمانی بود. پدر دانش آموخته مهندسی مکانیک ماشین‌آلات و راه و ساختمان از آلمان بود. مادرش در مونیخ هنر خوانده و نقاشی و مجسمه‌سازی می‌کرد و در هنرستان کمال‌الملک به هنرجویان مبانی هنر و مجسمه‌سازی آموزش می‌داد. توران میرهادی از هنگام کودکی با دو فرهنگ آلمانی و فرهنگ ایرانی زیست و بزرگ شد. وی در مدرسه آلیانس تهران و بعداً در دبستان آذر سالهای ابتدایی تحصیل را به پایان برد و سال 1317 به دبیرستان نوربخش رفت و با پایان دبیرستان در دانشگاه تهران زیست شناسی خواند. در همون ایام با دو نفر آشنا شد که راهنمای خوبی در کار او بودند. هر دو جبار باغچبان که طرح سواد آموزی بزرگسالان را پیش می برد و محمد باقر هوشیار که اصول آموزش و پرورش درس می داد. توران خانم بعداً از تحصیل در رشته علوم طبیعی زیست‌شناسی انصراف داد و برای آموزش در زمینه علوم پرورشی و روانشناسی راهی فرانسه شد. اون هنگام یک سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود و اروپا وضع ناگواری داشت. توران با جیره خوراک روزانه زندگی میکرد، اما تسلیم دشواری ها و وضعیت ناگوار پس از جنگ نشد. او در فرانسه نخست روانشناسی تربیتی و پس از اون رشته آموزش پیش دبستانی خواند و زمستان 1330 به ایران بازگشت. در آن هنگام ایران درگیر کشمکش نیروهای سیاسی و کشورهای قدرتمند جهانی بود و زمینه اجتماعی سیاسی برای فعالیت‌های فرهنگی مناسب وجود نداشت. نخستین کار او حضور در کودکستان بهار و انتقال دانش و تجربه هایی بود که آموخته بود. در دبیرستان نوربخش هم زبان فرانسه درس می داد. موضوع اصلی اون ایام ملی شدن نفت بود و توران خانم نیز مانند بسیاری از جوانان روشن فکر ایرانی نگران واکنش عمله استبداد و استعمار بود. وقایع بعدی زندگی او را هم تحت تأثیر قرار داد. همسرش سرگرد جعفر وکیلی پس از کودتای 28 مرداد سال 32 تیرباران شد. فعالیت متمرکز خانم میرهادی در عرصه آموزش و پرورش از سال 1334 با پایه‌گذاری کودکستان فرهاد و سپس دبستان فرهاد که اون زمان به صورت مختلط اداره می شد آغاز گشت. در بیشتر سالهای دهی 40 و 50 مدرسه فرهاد به واحد تجربی تعلیمات عمومی تبدیل شد و پیشرفته ترین دیدگاه های درون آموزش و پرورش ایران نخست در این مجتمع بررسی و تجربه و در صورت کسب اعتبار
در نظام آموزش و پرورش جاری می شد. طرح راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، راه اندازی شورای کتاب کودک، گسترش ادبیات کودکان در ایران و راه اندازی نشریه های پیک، پیک دانش آموز، پیک معلم، پیک خانواده، مدیون تلاش های توران میرهادی هم هست. او در سال 1335 با لیلی ایمن آهی و آذر رهنما نخستین نمایشگاه کتاب کودک را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار کردند. این نمایشگاه از اون جهت اهمیت دارد که موضوع کمبود کتاب کودک و کتابخانه‌های ویژه کودکان را به جامعه فرهنگی اون روزگار یادآوری کرد. پس از این کار بود که جنبشی در گسترش ادبیات کودکان راه افتاد که تا زمان پایه‌گذاری شورای کتاب کودک در سال 41 به طور غیر رسمی ادامه یافت. در سال 1346 ایرج افشار، فریدون بدرعی، اسماعیل سعادت و امثال آنان بر تدوین و تألیف فرهنگنامه بومی که نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی را برآورده سازد تأکید کردند. به ویژه ایرج افشار روی این موضوع خیلی تأکید میکرد. توران میرهادی هم این ایده را در ذهن داشت تا اینکه در سال 1358 عملی شد. وی در تألیف و تدوین کتب زیر، البته همراه با لیلی ایمن آهی، سمین باغچبان، پرویز کلانتری، نورالدین زرینکرک نقش داشته است. کتاب کار مربی کودک، فارسی اول، تعلیمات اجتماعی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم مال دبستان، گذری در ادبیات کودکان، فهرست کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان، جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. پایان قسمت پنجم. خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از اینکه وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودین سپاسگزارم. این بحث ادامه خواهد داشت.